در مکتب استاد درس هایی از پرورشکده سیر انشایی تحول جوهری. خیش را بشناس نز راه قیاس. خودشناسی و خداشناسی با دکتر سید مصطفی آزمایش. با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. در بحثی که راجع به قوه جاذبه شخصی داریم انجام میدیم و مدت هاست جلسات متعدده که در این رابطه داریم صحبت میکنیم، میرسیم به این مقوله که این قوه جاذبه از خصوصیات اون خود مجهول و اسرارآمیزه من و شماست. یعنی من و شما خودمون رو نمیشناسیم، در نتیجه از وجود چنین نیروی هنگفت و عظیمی در وجود خودمون بیخبری. حال خداوند فرستادگان خودش رو مبعوث میکنه که ما رو از این غفلت به هوشیاری و از این خواب به بیداری بیارند و به ما آگاهی بدن نسبت به حقیقت مطلب، که ما در حقیقت باید بیدار بشیم و بدونیم که یک چنین نیروی جاذبه خارق العاده ای رو داریم و میتونیم این رو تقویت بکنیم و شعاع انتشارش رو بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنیم، تا اینی که این میدان جاذبه که شخصی و فردی و کوچک بود میل به بی‌نهایت بکنه. این در واقع استعدادیه که در وجود هر فردی هست و هیچ فردی ازش آگاهی نداره. معلمین الهی میان این رو یادآوری میکنند و کسانی رو که تمایل به بیدار شدن دارن و میخوان راهش رو یاد بگیرن و راه تحول بخشیدن به این انرژی رو فرا بگیرن، به اونها امداد کنند، مدد برسونن، راهش رو یاد بدن، تعلیم بدن. خب حال گفتیم که طالب علم کسیه که علم رو نداره و میخواد فرا بگیره، میگه من خودم رو نمیشناسم و میخوام خودم رو بشناسم و نمیدونم چجوری باید خودم رو بشناسم. بعد ای آن که ره به مشرب تحقیق برده ای، زان بحر قطره ای به من خاکسار بخش. شما که میدونی و به اون اقیانوس رسیدی، یه قطره ای به من تشنه برسونی، منم بدونم که از کجا باید شروع کنم، چجوری بهتر. خب این اون حرفی که اون شخص میزنه، شما فرض بفرمایید که دو عابر دارن تو خیابون را میره، این دو عابر، یکی از این دو عابر بگه آقا تو برو اون ور خیابون را برو، این میگه به چه مناسبت تو داری به من تعیین تکلیف میکنی من چجوری را برم، کجا را برم؟ قبول نمی کنه، هیچ کس قبول نمی کنه. اما یک موقعی این شخص مراجعه میکنه به اون شخص عالم و میگه زان قطر، زان بحر قطره ای به من خاکسار بخش. اون میگه به شرط ها و شروط ها. این شاگرد میشه، اون میگه که شما مثلا این کارو بکن اون کارو نه. میگه شما میخوای الان تو خیابون را بری، اون سمت خیابون را برو، این سمت خیابون را نرو، این سمت خیابون
آفتاب داره میتابه و این مناسب نیست الان برای احوال شما، شما تو سایه را برو، یا برعکس تو آفتاب را برو تو سایه را نرو. این میگه به چشم اطاعت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این به این نتیجه رسیده که این آدمی که داره این حرف رو میزنه، حرفش رو بر اساس یک علمی داره میزنه که این اون علم رو نداره. یعنی اگر که اون این علم رو نداشت و میگفت تو چجوری تو خیابون این ور خیابون را برو یا اون ور خیابون را برو، این مشروعیتی برای اون حرف قائل نمیشد که قبولش بکنه، چون علمی برای اون شخص قائل نبود. اما چون الان برای اون شخص یک مقام علمی قائله و به اعتبار اون علم یک مشروعیتی برای حرف او قائله و ضمناً قائله که خودش این علم رو نداره، مثل اون بیماری که دلش درد میکنه و نمیدونه که چجوری باید دل دردش خوب کنه و طبیب میگه این قرص رو بخور و ضمناً مثلا تره فرنگی هم نخور، این میگه بسیار خوب. به خاطر اون علمی که او داره، بر اون علم پشتوانه مشروعیت دستوری که میده میشه و این شخص به اعتبار اون مشروعیتی که حرف او داره حرفش رو قبول میکنه و در زندگی به کار میبنده. پس اینجاست که میفرماید ای آن که ره به مشرب تحقیق برده ای، زانبه قطره ای به من خاکسا. یعنی همون اصلا همین که یارو توجه بکنه، این اون رو موجب افتخار خودش میدونه. چرا؟ به خاطر اینی که اون عالمه و علم دارای یه وزن مخصوص خاصیه. این علم رو باید رفت و پیدا کرد و به اون وصل شد و ازش بهره برد. اون علم هر جایی که میخواد باشه، مثل اون منبع آبه که گفتم، هر جایی که باشه، حتی اگه 200 متر زیر زمین باشه، بر بالای سر طالب و جوینده قرار داره. فرق نمیکنه که طالب و جوینده نردبون بذاره بره به کله آسمون یا بره به اعماق زمین، وقتی دنبال آب داره میگرده، آب در زیر زمینم که باشه توی آسمونه. وقتی صحبت از فرادستی آب میشه، به این معنی نیست که یعنی اون قطرات آبی که در ابر توی آسمون هستن، یعنی خود آب بالاست هر جایی که میخواد باشه. علم این خاصیت رو داره و همراه با خودش نفوذ کلام میاره. و نکته دیگه اینه که اگر شاگرد مکتب سیر تحول جوهری بر پلکان نردبان انشایی باشه، این عملی رو که داره انجام میده و تمرینی رو که داره انجام میده و اسلوبی رو که داره به کار میبنده، برای چیه؟ برای اینه که اون نیروی جاذبه خدادادی که در فطرت و طینت و طبیعت و فطرتش به طور ذاتی و غیر اکتسابی وجود داره و جزء خصوصیات ذاتیشه، اون رو متحول بکنه، بستش بده، پرورشش بده. یعنی گفتم اون شخصی که بر اساس در واقع تعلیم و تربیت استاد در برابر محراب خودش میشینه و اون دستوراتی رو که استاد بهش داده در برابر محراب خودش انجام میده، هیچ نوع توقعی نداره، یعنی توقع هیچ اتفاق خاصی رو نداره.
نمیخواد برون فکنی بکنه، نمیخواد مکاشفه بکنه، نمیخواد مشاهده بکنه، نمیخواد بهش الهام بشه، نمیخواد پرده غیب در برابر چشمانش فرو بیفته، نمیخواد به ابعاد دیگه سفر، هیچی. اونجا میشینه در برابر محراب بر حسب اون دستوری که استاد بهش داده، روی اون قانون ریتم، اون ضربهایی رو که بهش گفته شده، اون مطالبی رو که بهش تعلیم داده شده به عنوان دروس، اونها رو به کار میبنده و بعدم بلند میشه میره دنبال کارش. تموم شد. هیچ اتفاق خاصی رو در انتظارش نیست که بیفته. اما با اون متدی که داره انجام میده، با اون کاری که داره انجام میده، یه اتفاقی میفته. یه اتفاقاتی میفته. تدریجا یه اتفاقاتی میفته. یعنی اونجا داره مثل یک کارگاه عظیم سد سازیه، داره یه سد عظیمی درست میشه، سد عظیمی که جلوی هرز رفتن این انرژی جاذبه رو میگیره و این رو انباشت میکنه و در درونش یک انرژی پتانسیل عظیم درست میکنه و در این حال داره کلیه اون مرداب ها و تالاب ها و گنداب ها رو خشک میکنه و دریچه های ایمنی رو در جهات مثبت کار میذاره که به موقع باز بکنه. به این دلیل اون کاری که بهش میگه شما بکن استاد، اون که از ناخوشی بیرون بیای، ناخوشی تموم شه، اون انجام میده، میگه شما این کارو بکن، اون کارو بکن. در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. یه اتفاقی میفته، نه اینکه اون توقع اتفاق افتادن داشته باشه، نه اینکه به منظور اون اتفاق بره اونجا، نه. و نافنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. به این ترتیبه که اون راهی که اون شخص از جهل به علم طی میکنه، از ظلمت به جانب نور طی میکنه، از تشنگی داره به جانب سرچشمه حیات یعنی آب داره طی میکنه، این رو در اصطلاح بهش میگفتن مکتب محرابی، چون به خاطر خصوصیاتی که داره، به خاطر ویژگی هایی که داره، به خاطر اینکه در تمام متون مختلفی که از عهد پیشین مونده و کتب الهی در مورد اون راهنمایی میکنه، اسراری تعلیم داده شده که عالم این رو میدونه و اون عالم وقتی در نقش معلم ظاهر میشه، به اون شخصی که حالا میخواد طالب علم باشه یعنی متعلم، تعلیم میده و اون انجام میده. اگرم نده بازخواستی نیست، نداد. اگر بده نتیجه داره. چرا نتیجه داره؟ به خاطر اینکه جهان عزیزان قانونمنده. یک بار گفتم، شما تصور بفرمایید که آب یک ترکیب خاصیه که از لحظه‌ای که این
عنصری به نام هیدروژن و عنصری به نام اکسیژن، اینها با هم دیگه جمع میشن یه ساختمونی با هم دیگه درست میکنن، یک ساختمان مولکولی درست میکنن. این ساختمان مولکولی که درست میشه به نام آب، از لحظه ای که درست میشه عزیزان، این دارای یک خصوصیاتیه، دارای یک ویژگی هاییه، دارای یک هنجارهاییه، دارای یک رفتارهاییه که خاص خودشه. یعنی هیدروژن اون خاصیت ها رو نداره، اکسیژن اون خاصیت ها رو نداره. این ساختمانی که هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیبشون درست میکنه دارای یه رفتار و هنجارهاییه که اون عناصر تک تکشون ندارند. این رفتارها و هنجارها هم قانونمنده، یعنی این مقوله و معجونی که به اسم آب درست شد سه حالت میتونه به خودش بگیره، هم حالت جمادی میتونه بگیره به خودش، هم حالت میعان میتونه بگیره به خودش، و هم حالت گازی میتونه به خودش بگیره. و این سه حالت تأثیر پذیری این معجون در برابر تغییر درجه حرارته. و درجه حرارت یعنی چی؟ یعنی کم و زیاد شدن انرژی. و همین دلیل در درجه حرارت زیر صفر تا صفر مطلق، منهای 271 درجه سانتیگراد، از صفر تا صفر مطلق، این به حالت جمود در میاد. از لحظه ای که به صفر رسید میعان پیدا میکنه، سیلان پیدا میکنه، از صفر شروع میشه تا برسه به صد در ارتفاعات مختلف، البته یه مقداری فرق میکنه. در اونجا نقطه جوشه، یک دفعه تبدیل به گاز میشه عزیزان. این قانونمنده، این هنجارها اتفاقی نیست، این هنجارها تصادفی نیست، اینجوری نیست که یه دفعه اینجوری بشه یه دفعه نشه، دل بخواهی نیست، اینها قانونمنده، تابع اصل و اصوله. دانشمند اون قانون رو کشف میکنه و اون قانون رو به کار میگیره. وقتی میخواد ببینه که آیا در کره مریخ آب وجود داره یا نداره، یا آزمایشگاه کوچیکی رو میفرسته رو کره مریخ، این خاک مریخ رو در عمقش نفوذ میکنه، لایه های زیر سطحی رو در میاره، میبینه یخه، اون یخ رو میذاره روی اجاق حرارتی، حرارت بهش میده، میبینه به محض اینکه به صفر رسید این آب میشه و حالت میعان در میاره. میگه نه آقا، این ترکیب اکسیژن و هیدروژنه، ترکیب کربن و اکسیژن نیست، گاز کربونیک نیست، دی اکسید کربن نیست، آب. فرق نمی کنه که شما برین زیر دریا، روی دریا، تو کره مریخ، کجا، صفر آب، اینا قانونمند. پس حال نتیجه گیری که ما می کنیم اینه که این نیروی جاذبه‌ای که جنبه متافیزیک هر کسی رو تشکیل میده، اون معما، اون خود ناشناخته، اون خود اسرارآمیز، اون حقیقت خود، اون خود، اون واقعیت داره، واقعیتش محسوس و ملموس نیست، نمیشه دیدش، اما واقعیت داره. خیلی از واقعیت ها هست که محسوس و ملموس نیست، غیر حسیه، اما واقعیت داره. و اینه که میشه این رو بسط داد، گسترش داد، متحول کرد، متحول کرد.
وقتی یعنی در تمام طول این دوران تحول جسم همون جسمه، فیزیک شخص همونه، هیچ تغییر نمیکنه. اون چیزی که تغییر میکنه متافیزیکشه. به این اعتباری که گفتیم عالم علمش ایجاد نفوذ کلام میکنه، این جزء خصوصیتشه. علم همراه خودش یک خصوصیاتی داره، اما اون استاد بر اساس اون متدی که داره و میگه که شما این کارو بکن و اون کارو نکن، این یه آثار تبعی ایجاد میکنه. بهش میگه آقا شما توقع نداشته باش که از این کاری که الان داری میکنی اثری ببینی که اون اثر عبارت باشه از خواب دیدن یا پرواز کردن یا این حرفا. نه، شما این کار بکن، این کارها سبب تقویت متافیزیک تو میشه. و از جانب دیگه و مهمتر از این، سبب میشه که اون جنبه های منفی و منفی گرایانه ای که در تو هست، اونها یکی یکی خشک بشه. یعنی علم که از تو را به نست آورد، جهل از آن علم به بود صد بار. علم که از تو را به نست آورد، جهل از آن علم به بود صد بار. عالمت غافل است و تو غافل، خفته را خفته کی کند بیدار. علم موقعی مفیده که در واقع اون جنبه های منفی گرایانه رو از بین ببره. اگر نه چه خاصیتی داره؟ اگر شما دارای یک نیروی جاذبه قوی باشید و یک انسان بدبین هم باشید، خیلی بدبیاری هایی که تو زندگی میارین بیشتره نسبت به کسی که بدبین هست اما نیروی جاذبهش ضعیفه. پس چه فایده ای داره که نیروی جاذبهش رو انسان تقویت بکنه؟ اول باید اون کانال های منفی رو مسدود کرد. انسان میخواد بره مسافرت فرض بفرم، اگر این شخص بگه که آقا من دارم میرم سفر و اگر تو راه مثلا من ماشینم پنچر شد، اگر نمیدونم برف پاک کنم از کار افتاد، اگر یهو کوه ریزش کرد سنگ افتاد سر راه، اگر یهو بهمن اومد ماشین بر من، و این افکار اثر ایجاد میکنه، این نیروی جاذبه این چیزها رو فراهم میکنه. جلو جلو سنگ میندازه سر راه آدم. البته اگر انسان نیروی جاذبهش ضعیف باشه، ممکنه هزار رقم از این افکار بیاد تو مغزش، یکیش رو بکشه و جذب بکنه. اما کسی که نیروی جاذبهش قوی باشه و این افکار در مخیلش در حرکت باشه، اینا رو یکی یکی به سر خودش میاره. قالو طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. پس ابتدا استاد میگه آقا اول باید اون دریچه های بدبینی و بدخواهی و بدگرایی رو ببندی، وگرنه این هر چیزی رو که نسبت به دیگران میخوای سر خودت میاد، یا هر بدی رو که تصور بکنی و بخوای ازش احتراز کنی ایجادش میکنی. فقط یاد بگیر که پوزیتیو باشی، یاد بگیر که مثبت‌گرا باشی، یاد بگیر که به امور مثبت بیاندیشی. میخوای خوشبخت باشی، به خوشبختی بیاندیش.
خوشبختی رو در سرلوحه خواسته های خودت قرار بدی. بیاموزمت کیمیای سعادت. پس همیشه دنبال این بودن که یک اکسیری به دست بیارن که بتونن به کیمیای سعادت دست پیدا بکنن. دنبال سعادت بودن، اونم نه سعادتی که بعد از مرگ نصیبشون بشه، نه سعادت صرفا در آخرت. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. سعادت دو دنیا، سعادت. حال چطور میشه به این کیمیا دست پیدا کرد؟ چه کار باید کرد؟ اینه که اون شخصی که میگه ره به مشرب تحقیق برده، این طالب علم بهش میگه آقا من میخوام، نمیخوام دانشمند بشم، نمیخوام فیلسوف بشم، نه هیچ، من میخوام با احساس خوشبختی زندگی بکنم و با همین احساس هم به عالم باقی برم. چه کار باید بکنم؟ خب اون استاد اون وقت نه فقط اون تعالیم ویژگیش اینه، خاصیتش اینه که نیروی جاذبه شما رو، یعنی جنبه متافیزیک شما رو، جنبه ماورا و طبیعه شما رو تقویت میکنه، بلکه شخصیت شما رو دگرگون میکنه. یعنی تمام اون تالاب ها و مرداب های بدبینی و در واقع نگتیویزم رو در وجود شما خشک میکنه، اونها رو اول. اگر اون نسخه رو که میپیچه دکتر، اون شخصی که میگه من مریضم و به این اعتبار رفتم پیش دکتر،